سلام علیکه سلام. الان واسه چی اومدی اینجا؟ اون موقع که بعد می اومدی نبودی، کجا بودی؟ چرا برای مراسم رعوف نبودی؟ بابا تو مغازه کلی جنس ریخته بود، دست انام بودم، باید اونا رو جا به جا می کردم می آوردم می زشتم تو مغازه. خیلی سعی کردم که زودتر جمع و جورش کنم را بیافتم بیام، ولی هر کاری کردم نشد که نشد. این مردشی رو اون مغازه و جنسای توش ببره. تو کار میخوای؟ اون کارخونه اونجا افتاده، آستین بزن بالا برو یه گوشش واسه کار کن، ولی تو کار نمیخوای، یللی تللی میخوای. خدا به فریاد زن و بچهت برسه، چی دارن میکشن از دست تو؟ بله بابا جون حق با شماست، من اشتباه کردم، ببخشید. چرا من ببخشم؟ بهادر اون صاحب عزاست، اون باید ببخشه. چشم، ببخشید. بهروز جان نمیخواد از من عذرخواهی کنی، با اجازتون. چی بگه بیچاره؟ بگه آقا بهروز دست شما درد نکنه، از شما انتظار نداشتم. این پسر اینقدر نجیب و انسانه که لا اله الا الله. نسترن کجاست؟ نمیدونم، بعد خونه باشه. پس چرا نهیم از سر خاک؟ بابا جون شاید جایی گیر کرده، یه مشکلی براش پیش اومده. اون خودش زبون داره بابا جون، تو ماسمالی نکن. نگفتی چرا تنهایی؟ بابا جون چون لازمه یه وقتای آدم تنها باشه. پسر جون من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. بحثتون شده؟ اصلا گیریم که بحثشون شده، زندگی شخصی خودشونه، مگه ما توی زندگیمون بحثمون نمیشه؟ چرا؟ ما بحثمون میشده، بحثمونم میشه، ولی هیچ وقت قرار نکردیم بریم خونه ننه بابامون، خودمون تو خودمون حلش کردیم. دعواتون شده؟ یه جورایی. پس تو هم قهر کردی اومدی خونه بابات؟ اگه اینجوری راحتتون میکنه بله. دو روزمونه عوض شده، همه چیز چرخیده. قدیما وقتی زن شوهر را دعواشون میشد، زنه قهر میکرد میرفت خونه آقاش، حالا تو قهر کردی اومدی خونه بابات. بابا خواهش میکنم دوباره شروع نکنیم. نه شروع نمیکنم. سلام. علیکم سلام. چیه؟ تو چرا سگرما تو همه؟ من هیچی، حالم خوش نیست. چه شده؟ من باید حالم خوش نباشه پسر جون از دست شما دو نفر، تو باید حالت خوش باشه. چرا؟ یکم معرفت و شعور و انسانیت رو از دختر عمتون یاد بگیرید. چند سالش بود با مادرش آوردمش رو خونه خودم، درست تربیتش کردم، اما از پاس تربیت با اولاد خودم بر نیومدم. اگه اینطوری باشه مجبورم تمام اموالم رو بسپارم دست تناس. از شما پسرا که آبی گرم نمیشه. این دختر بیچاره یک سال شوهرش تو خارج داره درس میخونه، فرصت نمیکنه بره یه سر به شوهرش بزنه. چرا؟ چون داره جور شما گردن کلفتر میکشه. خدا خیرش بده، ولی بابا جون شما هم کم بهش نرسیدین که. ما که بخیل نیستیم، یه طبقه بزرگ زیر دست و پاشه، خیلی راحت داره زندگیشو میکنه. چند صبح دیگه هم که آقا شاهین درسش تموم میشه برمیگرده سر خونه زندگیش، تو صلح و صفا راحت با هم زندگی میکنن. چه ای را دیده؟ بله بله، شما حاضر نشدی بیا اینجا بری اون بالا زندگی کنی. اگه شما رضایت داده بودی من چهار تا واحد اون بالا میساختم، هممون دور هم جمع میشدیم زندگیمون میکردیم. ما دو دقیقه اینجا نمیتونیم با هم راحت حرف بزنیم، چه برسه اینکه بخوایم با هم زندگی بکنیم. چیه داداش تو چنقدر دماغی؟ هیچی، یکم با دریا بحثم شده، میگه چند وقتم دیگر نبینیم بهتره. بالاخره این دختر ذات خودشو بهت نشون داد.
بابا جان چه حرفیه میزنید؟ دریا پشت شما در من. به من میگه باید به بزرگترت احترام بذاری، باید شما اینجوری میگی. آها. ایرادی نداره. دعوا و بحث نمک زندگی. فقط با مراقب باشید که آش شور نشه. شکلات بخوری یا دندونت خراب میشه. فقط قلب من چرا تو به دندونام داره خانم دکتر؟ من کلی شکلات جمع کردم چیکارشون کنم؟ بیا من بزرگ بیا معاینت کنم. قربونت برم، من حالم خوبه، مامانت حالش خوب نیست، بیا بر معاینش کن. مامان میای معاینت کنم؟ نه مامان قربونت برم، من حالم خوبه خوبه. خب برو بازیتو بکن، بعدا با هم بازی میکنیم. باشه، آفرین دخترم. تو چته؟ هیچی مامان، امروز یکم سر کار کارم زیاد بوده، خستم همین. وقتی طاهر خانم اون کارو بهت پیشنهاد کرد میدونستم اینجوری میشه. تو دلت صافه، مشکلات مردم تو رو از پا در میاره. مامان جان نمیشه که هممون بهونه بیاریم، اینجوری پکی به کار اون زنای بینوا برسه. مادرم تو خودت وضعیت از اونا بدتره. این آقا بهروز هم که مامان خواهش میکنم، خواهش میکنم دوباره شروع نکن، به خود حال ندارم. من که میگم این حالت ربطی به کارت نداره، میدونم چی شده. امروز که بچه رو آوردی به من بسپاری، با شوهرت کجا رفتی؟ چرا سر قبل نیومده؟ ها؟ با هم جرو بس کردیم؟ آره؟ باز دوباره آقا بروز کاری کرده؟ ایماد لیلا رو بردار ببر خونه تا منم بیام. برو برم دنبال نخوتسیا دیگه ماما. ایماد چشم ببریم. آی ماشالله باری کله آی سده سورونا. تو کجا بودی که نه خانواده شوهرت میدونستن نه من؟ ها؟ چشات چرا خیز شده؟ یه حرفی بزن، یه چیزی بگو، وگرنه میرم از بهروز میپرسم. مامان ما با هم بگو مگو داشتیم، جفتمون اعصابمون خورد بود، نتونستیم بیایم. من میخوام تکلیفم باش یه سره کنم. فقط خواهش میکنم به هم قول بده کسی نفهمه، نمیخوام هیچکی بدونه، حتی نیلا. عشق معجزه میکنه. به محض اینکه برین زیر یه سقف همه این چیزا یادتون میره. حالا همه اینا رو ولش کن، به من بگو ببینم نیلا و زنده‌داش چرا باهات نیستن؟ اصلا این موقع الان اینجا چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشد، هنوز چیزی نشد. ببینم یه دقیقه من رو نگاه کن. برم بیتره یه فرام هست من نسترم به مشکل خوردی، مشکل رو مشکل. یعنی چی؟ به مامان بابا چیزی نگی ها؟
سلام دریا، خوبی دریا؟ حالت چطوره دریا؟ یعنی تو نمیخوای یه خبری ازم بگیری دریا؟ هی طوفانی هم دریا، طوفانی زورق شکستم دریا، منو دریا، من اینقدر پیام میذارم دریا دریا میگم تا بالاخره صدا تو بشنوم. من همون 300 برات میزنم و... تو برای من میزنی 300؟ میگم چی؟ چرا سیادی چرا بینید؟ چرا مال جل... چی میگی؟ چند بود؟ آره هم دیروز خوبی؟ من که با شما رو دیدم آقا، من شما رو قسم میدم به عزیزاتون، به بچه هاتون، برای این دیگه مواد نیار. من راهنماشم. بابا چی راهنمامه؟ راهنماته؟ این هر سری میره کم میاد خونه میگه من ترک کردم، ترک نمیکنه. پدر منو در آورده، پدر این زندگی رو در آورده. دریا مرا در این ساحل تنها مگذار. میدونم که به خاطر دین مادرت به هم ریختی، میدونم دنبال یه راهی هستی که به دویت کمک کنی، میدونم فشار زیادی رو تحمل میکنی، نگران نباش بابا، من کنارتم، بهت قول میدم که این مشکل رو با هم حل میکنی. رو کمک این عاشق پر انگیزه به شدت حساب کن دریا. صدتو بیا پایین. باز این داوود شروع کرد. بابا تو الان 3 سال پاکی نتونستی یعنی بزنه صادق. نه دیگه خود تو سرم کنن که نتونستم. بیا برو تو. درست صحبت کن بابا. من نمی‌ذارم. برو تو. برو تو ببینم. الان خیالت راحت شد آبرو حیثیت منو بردی؟ بابا من چقدر بکشم؟ نکش، اینقدر اون زهر ماریو نکش که آبرود نره، دلت به حال خودت نمیسوزه، دلت به حال من بسوزه. زن، دردو میگم، عذاب و بدبختی رو میگم. تو یه طرف، خواهرم یه طرف، دایمم یه طرف. آخه چند روز دیگه هم سال مادرم، هیچ غلطی نکردم. خدا مادرتو رحمت کنه، ولی دیگه نکش. به پرواز نمیرسی، ما دیر میشه. بذار ظرفا رو جمع کنم میریم. نینا جان بذار، شما برو به کارات برس، من خودم جمع میکنم. دستتون درد نکنه. تو بچه بودی از آسانسور میترسی دختر؟ واقعا؟ بله، ترس از ارتفاع داشت. اینو نمیدونستم. حالا نمیدونم چی شده که تمام مدت تو هوا هست رو آسمون. به کم عاقل باشید، به زندگیتونم فکر کنید. 7 سال ازدواج کردید عزیز من، 7 سال، نه یه ونگ ونگ بچه ای، نه یه چراغ روشن خونه ای. آخه چقدر صبر، چقدر صبر. یعنی من و مادرت حق نداریم نوه دختریمونه ببینیم؟ رو به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. الان مونس خانم اگه یه نوه داشت از تنهایی در می اومد دیگه، اینقدر تنها نبود. والا شما الان خیلی مقصرید. یعنی چه آخه؟ یکم فکر کنید. برید، برید به کار زندگیتون برسید. دیده تون نشید. باید زرشید. خدا حافظ. خدا حافظ. برو وسایلتو جمع کن. برو موقع. خب شما به سلامتی دارید تشریف میبرید؟ نه او جون، یه کاری با مینا دارم، میرم الان برمیگه. برمیگردی که چی بشه؟ زن بچه تا گذاشتی خونه خودت مونده اینجا که چی؟ قهر کمشم زهره. مرتفع شدی که چی میگم؟ بله بابا جون. اگه دفعه دیگه خواستی شب اینجا بمونی با زن بچهت میای. در غیر این صورت حق نداری پا تو اینجا بذاری. روشن شد؟ بله حسابی. این قهر شما زهرش به من و مادرتم رسیده. چطور بابا چی شده؟ هیچی، زنت سر خاک نیومد. هرچی من مادرت زنگ میزنیم که صدای اونو نوه‌مونو بشنویم جواب نمیده. بهش بگو این رسمش نیست، این بچه بازی ها مال شما نیست، شما دختر آمیز محمد بزاز هستی، از شما بعیده. بفرماید. چشم مینا، زود باش دیگه دیر میشه. جانم بابا جان، ناقابله. راضی به زحمت نبودم. حالا این چی هست؟ یه پیرهنه، گفتم رخت سیاه دیگه در بیار. ممنونم، لطف کردی. خنده باشه. میرم من یه دقیقه کارت دارم.
دست درد نکنه. من تو ماشین منتظرت میمونم، زود بیا. خدافظ. بیا خدافظ. خیلی پیش. چی شد امروز؟ رفتی جلسه مشاوره؟ آره. واسه همینم نرسیدیم بیای. نمیخوای ماجرای اختلافتون رو بهشون بگی؟ بابا بفهمه قیمه قیمه هم میکنه. خب که چی بهروز؟ تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی؟ نمیدونم، تا اینجا تو باطلاق گیر کردم. گفتم اگر بشه یه جوری با مامان صحبت کنی که بابا رو راضی کنه خونه بابا بزرگ رو بفروشه. خونه بابا بزرگ؟ محاله، بابا عاشق اونجاست. میدونم، ولی چاره ای نیست. من پول لازم دارم تا قبل از اینکه یارو بیاد بره حکم جلبم رو بگیره باید زودتر از اینجا برم. مگه خواب بابا توی این مسائل مالی دست تنازه؟ مگر اینکه به اون بگم. بد فکری نیست، دست درد نکنه. امشب اینجا میمونیم؟ نه بابا، حوصله شنیدن تیکه های بابا رو ندارم. من نه دیگرش میکنم. خیلی خوب، امشب برو خونه ما. ما امشب پرواز داریم، تو فردا عصرم برنمیگردیم. دست درد نکنم، جبران میکنم. خدافظ. به سلامت. Oh,
کمکم کنید. الو سلام حافظ جان. الو سلام سید. چیزی شده؟ نه چیز خاصی نیست، نگران نباشید. میدونی دوباره یه خواب خیلی بد دیدم سید، گفتم زنگ بزنم بلکه از نگرانی در بیام. این روزا خواب زیاد میبینی حافظ جان، حالا چه خوابی دیدی؟ وحشتناک، یه خواب خیلی وحشتناک. رعوف رو دیدم توی یه جایی جهنم وار بود، اونطوری یعنی یه جایی بود شبیه جهنم، واقعا همه جا داشت میسوخت، از من کمک میخواست، من نمیدونستم چی کار کنم. خواب دم اذان صبح یحتمل جز رویاهای صادقه است. اینجوری هم که تو تعریف میکنی شاید حقی به گردن رعوفه. خب آخه چه حقی سید جان؟ نمیدونم، این خدا بیامرز خیلی اهل حلال و حرام بود. ببین حافظ جان، من میگه باید برم برای نماز حاضر شم. آخ شرمنده، بعد موقع مزاحمت شدم. سید جان میری نماز، منم دعا کن. خدا خیرت بده. خدا حافظت. خدا حافظ. چه بلایی بود که به سر خودتو من آوردی؟ چرا این کارو با ما کردی؟ رعوف دایی چی کار میکنی؟ ترسیدم، چرا اینطوری صدا میکنی؟ آخه هرچی صداتون کردم اصلا انگار توی عالم دیگه بودین. عالم خوب نیست، میخوام تنها باشم، بلکه یکم آروم بگیرم. اتفاقی افتاده؟ حقیقتش شبا خوابای پریشون میبینم، حس میکنم بوی رحمانم داره بلند میشه. خدا نکنه دایی، خودتون دارید میگید خوابای پریشون. آره
ولی میترسم عمرم کفاف نکنه. کارای ناتموم زیاد دارم دخترم. خیلی دارین بزرگش میکنین دایی جون. این حرفا چیه میزنین؟ اتفاقا حالتون از همیشه هم بهتره. بعدشم تو این موقعیت حساس کارخونه به شما احتیاج داره. حالا چی کارم داشتی؟ بابت استفاده از چاه. تا شما نباشین جلسه بهش نتیجه ای نمیرسه. بیا این لطفا. تو برو من خودم میام. میترسم این چاه آخرش جون منو بگیره. چشم داری. کمکم کن. حافظ حافظ نظر اینجا بمونم. خواهش میکنم حافظ. میدونی چقدر بابت این خط تولید خرج کردم؟ حرف من یه کلامه. این خط دو هر طور شده باید راه بیفته. آخه آب با وضعیت فعلی اصلا جواب نمیده. خب ببینید فرمایش شما کاملا درسته. من عرض میکنم که این برگه برگه استلام سازمان آب و فاضلابه. توجه میکنید چی میگه؟ میگه که تا اطلاع ثانوی ما هیچ گونه انشعابی رو نمیتونیم بدیم. یعنی چی تا اطلاع ثانوی؟ یعنی تا اطلاع ثانوی این همه آدم منتظر بشینن تا اداره آب و فاضلاب حق انشعاب به ما بده؟ دایی مصرف کارخونه خیلی بالاست. بدون انشعاب از سازمان آب و فاضلاب ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ضمن که خط تولید به این بزرگی میدونین چقدر آب میخواد؟ بدون هم شدنی نیست. من این همه زحمت نکشیدم که شما جلو من بشینید بگید شدنی نیست. میدونید چند نفر کارگر بیکار میشن؟ اصلا میتونید چشم اون کارگره بیچاره نگاه بکنید؟ یه راه دیگه هم داریم. چاهو دوباره راه بندازیم. شدنیه؟ بله بله آقا شدنی هست، ولی فقط یه شرط داره، اینکه کسی با خبر نشه. اگر سازمان آب و فاضلاب خدایی نکرده با خبر بشه جریمه سنگین ردخور نداره. خیلی خوب راش بنازید. فقط یه کاری کنید، چون رؤوف خدا بیامرز برای این خط دو خیلی زحمت کشیده، یه کاری کنیم که نامی از این بزرگوار بمونه. برای همین اسم خط دو رو میذاریم خط تولید رؤوف. هر کی هم اسمش آورد حتما یه خدا بیامرز پشتش بیاره. خدا بیامرزی فعلی جسارته. قول دادو بیدن اسم آقا یزدان رو بزنم خط دو. آه اون برای قبل از مرگ رؤوف خدا بیامرز بود. خدا رحمتش کنه. هیچ کس اندازه رؤوف برای من و این کارخونه زحمت نکشیده و دل نسوزانده. اصلا ایراد نداره. من اصلا ناراحت نیستم. من خیلی هم خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. ایراد نداره. فقط من سوالم اینه که شما چرا جون کندن بقیه رو تو این کارخونه نمیبینید؟ واقعا من اصلا موندم. قشنگ. حالا به بهمن بگو ماشین آماده کنه، من میرم خونه. باشه. هر چه زودتر خط دور رو راه بندازید. معطلش نکنید. خودتون رو درگیر نامه‌نگاری هم نکنید. دنبال مسائل قانونی اداره آب و فاضلاب هم نباشید. زمان یه تماسی بگیرید به بهراد پسر مرحوم رؤوف. اونم مثل باباش فنیه، همه فن حریفه. وقتشه بیا تو کارخونه جای باباشو پر کنه. خسته نباشی. سلام جعفر آقا. از این طرف ها
خدا رحمت کنه پدر آقا رؤوفو، خیلی مرد شریفی بود. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. جانم امری باشه در خدمتتون. والله حقیقتش نمیدونم چجوری بگم. چی شده جعفر جان؟ راحت باش بگو حافظ. قبل از فوت آقا رؤوف من چند نفر براشون کار میکردم. کجا؟ برای راه اندازی خط دوی کارخونه آقای رستگاری. یه ماهی هم پیششون اونجا بودی. شاید بیشتر از یه ماه هم شد. این لیست کارگر بنایی که آقا رؤوف من سفارش کرده بود بگیرم سر کار. اینا هم چششون به دست منه. من گذاشتم چهلوم آقا رؤوف هم تموم بشه دست به سرشون کردم یه خورده. ولی حقیقتش اینا پولشون رو میخوام. من نمیفهمم. شما برای کارخونه کار کردین و طلبتون رو بابای من باید بده؟ ما که با کارخونه قرارداد نداشتیم که. حساب کتابمون با آقا رؤوف خود بیامرز بود. آقا رؤوف هم ظاهرا مثل این که کنتراتی با کارخونه بسته بود اونجوری کار میکرد باش. به این بنده خدام که عجل مهلت داد عمرش هم به دنیا نبود. من خواستم مدیونی گردن آقا رؤوف نباشه. اونو گلو من اولین باره دارم همچین چیزی میشنوم. شما جعفر جان اجازه بده که من این پرسجو بکنم ببینم اصلا چه خبره. خودم با تماس میبینم. خدا خیر بده آقا بهراد. خدا بردری کمت نکنه. آقا رؤوف گردن من خیلی حق داشت. خیر پیش خبر از من. قربونتون برم محبت داشت. خداحافظ شما. خیلی خوب. بابا جی من جناب مهندس امری نداری؟ نه برو بابا جان. فقط ببخشید من گهگو داره با ماشین کارخونه کار شخصی من انجام میدم. شما مرا حلالم بده. اشکالی نداره. قبلا اینو بهت گفتم پسر جان. همین که صداقت داری این برام مهمه. برو خسته نباش. ما مخلص. برو برسن. با اجازهت سلام سلام. سلام سلام. سلام به همه. حالا شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ سلام عزیز دل بابا قربونت برم الهی. سلام باش. سلام چطوری نیلا خانم؟ ماشاءالله بزرگ میشه. نسترن کجاست؟ نسترن خونه است. نیلا بهونه شما رو میگرفت گفتم بیارمش بذارمش پیش شما. آها. امان از دست بابا. خب بریم تو. بابا جون من کار دارم باید برم. نیلا میمونه پیش شما من فردا میام دنبالش. باشه باشه. بریم بابا. تنز بابا جان فراموش نکنیم. تلفن زدن به پسر رؤوف. چشم بگیر. برای کار. خیالت راحت. بریم خوشگل بابا. راجب بدهیتون به آقا تورجه؟ بله. چرا جوابشو نمیدین؟ از صبح صد بار به من زنگ زده. دیگه چه جوابی؟ من که پول پیش مغازه رو دادم بهش. ماشین زیر پامم انداختم زیر پاش. دیگه چیزی واسم نمونده که. چه اشتباهی کردم من که به شما معرفیش کردم. پولشو شما گرفتی، لعن و نفرینش مال منه. چیکار کنم؟ حسابم با این آقا صاف نمیشه. این پوله هر سری داره کره میکنه. پسر دایی، چقدر بهتون گفتم پول نزول گرفتن آخر عاقبت نداره. امروز میخواست بیاد در خونه آبروریزی را بندازه. بید خود، هنوز موعد سررسیده چکش نشده که. شما تو سود چکش موندی. سود پولشو نمیتونی بدی. خب معلومه باید نگران اصل پولش باشه. زنگ زدم آقای خاکباز گفتم تا سر موعد چک سب کنه. مثلا فکر کنی تا اون موقع معجزه میشه؟ اگر اون بار قاچاق من لو نمیرفت اصل و سود پولشو همچین پرت میکردم جلوش که بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه این لامروت بی‌انصاف. من فکر میکنم پسردهی یه نفر راپورت بار تو رو داده. به کسی شک نداری؟ کی مثلا؟ فروشندات. نه فکر نمی کنم. الان اصلا مسئله من این نیست. مسئله من اینه که این پوله رو چجوری جور کنیم؟ چی کار کنیم الان تو این شرایط؟ نمیدونم. هیچی به ذهن من نمیرسه. ولی بالاخره باید یه پولی جور کنی بندازی جلوش تا یکم از این حرص و عصبانیتش کم بشه. از کجا؟ مسئله من هم همینه دیگه. از کجا این پوله رو جور؟ از کجا؟ مگه شما نمیخواییم برین؟ چه ربطی ده؟ خب پول رهن خونتون رو بدین بهش. بندازین جلوش. یه مقداری از بدهیاتون هم پرداخت کردیم.
خب نصران چیکار کنه؟ بره خونه مادرش. تناس خانم خودت هم میدونی این یه لج و لج بازی بچگونه است. چهار سبای دیگه هم همه چی درست میشه، باید برگردیم بریم سر خونه زندگیمون. میدونم پسر دایی، ولی تصمیم با خودته. بشین فکر کن. این که بیاد در خونه آبرو ریزی را بندازه و دایی بفهمه بهتره، یا این که حالا برای یه مدت کوتاهی موقت نستارا خانم بره خونه مادرش. تصمیمش با خودته. نمیدونم با چه خاکی تو سرم بریزم. فعلا بفرمایید. الو آقای بهراد صادقی؟ بله خودم هستم، بفرمایید. سلام، من شکویی هستم، فرزند آقای مهندس دستگاری. آه خانم شکویی، حال شما چطور؟ اتفاقا خودم میخواستم به امافه زنگ بزنم، کارشون داشتم. دایی نمیخوان جای خالی امورم اون بیپارکوش بمونه؟ من که گفتم که این مقدار باید فکر کنم. نیازی به فکر کردن نیست، این موقعیت نصیب هر کسی نمیشه. کار کردن تو کارخونه دایی امتیازهای زیادی داره. من کاسبی خودم دارم خانم شکویی، نیازی نیست برم جای دیگه کار کنم. درسته، ولی کار کردن شما تو کارخونه به مهارت‌های شما اضافه میکنه. ببینین، درسته که هیچ کسی جای پدر خدا بیامرزتون عمو رئوف رو نمیتونه بگیره، ولی ایشون به غیر از مهارت‌های فنی امین دایی بودن. میتونین که این روزا هم نمیشه به کس بی‌اعتماد کرد. الان مهارت فنی من قراره جای بابا رو پر کنه یا ترحم آقا حافظ؟ من از پس خودم برمیام، بهشون بگید نگران من نباشم. اگر امری داری من در خدمت دایی هستم. هیچی، سلام برسونید خدمتشون، بگید که این بچه یتیم از پس خودش و خانوادش برمیاد، نیازی به کار شما نداره. خدا حافظ. شما اسم این خطو گذاشتم رئوف. انشالله که این اسم باعث بشه این خط هر چه سریع‌تر را بیفته. من اینجا گرفتار شدم. داوود بیا خودمونو گول نزنیم، به خدا چند باره که دارم خواب مامانو میبینم، حالش اصلا خوب نیست. راست میگن، به یه منظور خونه ی آدم خراب میکنه. خانم باره به شناسایی این آقا رو بگیر، 8% کوفتیشو ازش بخر بفرستش بره خونه. با قول آقا سید میگفت هیچ ثروتی مهمتر از خانواده نیست. بگو هرچی گشتم اداره پست اینا هیچی نبود، اشتباه کردم. پس هم سودایی رفتن داری نه موندن و ساختن. از وقتی من یادمه بهروز همیشه مشکلش حاد بوده. من اومدم با هات اتمام وجهت کنم. دستامو بل نکن که زندگی برام